این روزها شاهد برخورد وحشیانه نیروهای سرکوبگر انتظامی با زنان هستیم. تحقیر کردن، دستگیری و ضرب و شتم زنان در خیابونها به شکل بیرحمانه ای صورت میگیره. بهانه این دور از سرکوب اعمال حجاب اجباریه. رژیم ولایت فقیه از بد به سرقت انقلاب ضد سلطنتی از اهرم حجاب اجباری به عنوان یکی از اهرم‌های سرکوب استفاده کرده. اما سوالی که پیش میاد اینه که چرا الان به اون شدت داده؟ آیا سرکردگان رژیم نگران این نیستن که در خلال فشار آوردن به جامعه یک جرقه یک قیام دیگه ای زده بشه؟ آیا رژیم نمیتونه در برابر اون چه بد حجابی مینامه انعطافی نشون بده؟ چه ارتباطی وجود داره بین سرکوب زنان و قیام‌های چند ساله و کانون‌های شورشی؟ در همین رابطه گفتگوی کوتاهی داریم با آقای بهنام کریمی. سلام می‌کنیم به شما و خوش اومدید به گفتگوی این ساعت ما. با سلام خدمت شما و بینندگان این برنامه، در خدمتتون هستم. به عنوان اولین سوال می‌خواستم بپرسم آیا رژیم نگران این نیستش که با سرکوب آشکار زنان در خیابون‌ها زمینه‌ای برای ایجاد جرقه یک قیام دیگه فراهم بشه؟ بله، ممکنه در خلال همین سرکوبی که داره انجام میده جرقه یک قیام دیگه زده بشه و رژیم هم این رو میدونه. اما نکته که خوبه در ابتدا ما بهش توجه کنیم اینه که این حرکت سرکوبگرانه و وحشیانه رژیم رو ما باید در چارچوب یک تابلو بزرگتر از بین رژیم و جامعه و مردم ما وجود داره و این یک جنگ تمام عیاره. البته این جنگ از بیش از 40 سال پیش شروع شده، اما نکته‌ای که قابل توجهه از سال 96 به طور مشخص در اینجا کیفیتی تغییر کرده، یعنی باز هم به طور مشخص‌تر در جبهه مردم و در جبهه مقاومت ایران مؤلفه‌های تغییر کرده. کانون‌های شورشی وارد صحنه شدند، نسل‌های دهه 70 و 80 و زنان وارد صحنه شدند و زبانی که به وسیله اون با رژیم صحبت می‌کنن زبان قیامه، زبان آتش و شعار مرگ بر خامنه‌ای. پس رژیم این سرکوبیو که داره بهش دست می‌زنه علیه زنان در متن چنین جنگی داره این کار رو انجام میده. رژیم در حقیقت میخواد با انتشار وحشت بگه که بر اوضاع و بر صحنه مسلط هستش و حرکت مکملی هم که انجام میده همین تجمعاتی که ما میبینیم در شهرهای مختلف با گرد هم آوردن افرادی از نیروهای خودش، یعنی همون اقلیت 2% و دقیقتر بخوایم بگیم کمتر از 2% که به اونا میخواد روحیه بده، یعنی بگه این کار رو ما داریم موفقیت آمیز انجام میدیم، انسجام لازم هم داریم و حرفای این شکلی. و استدلالی هم که برای این کارش میکنه میگه این کار ما قانونی و اسلامیه، در حالی که هیچ تردیدی وجود نداره که این رژیم نمود و نمونه کاملی از غیر قانونی بودن و ضد اسلامی بودنه. بله، با تشکر از توضیحاتون. الان تصویری که شما ارائه دادید برخوردهای وحشیانه نیروهای رژیم با زنان در سطح خیابون رو در متن مقابلش با مقامت سراسری توضیح میداد. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که مبارزه علیه نوع پوشش زنان که الان ما میبینیم چطوری گشت ارشاد به زنان میهنمون گیر میده و چه آزار و اذیتی میکنه، چه ربطی به فعالیت‌های کانون‌های شورشی و گسترش مقامت سازمانی یافته داره؟ بله، اجازه بدید از اینجا شروع کنم که در هر جای دنیا فاشیسم که خواست قدرت رو بگیره شروع کارش رو با نمایش‌های وحشیانه شروع کرده. من به سه نمونه در تاریخ معاصر کشور خودمون اشاره می‌کنم. بعد از کودتای اسفند 1299 که توسط رضاخان صورت گرفت ما شاهد سرکوب‌های وحشیانه در کشورمون بودیم. اون موقع هدف سرکوب نیروی مترقی نهضت جنگل بود که اعلام جمهوری کرده بودن
بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 محمد رضا شاه هم دست به سرکوب‌های وحشیانه زد. هدف اون هم دور نگه داشتن مردم از راه مصدق برای تأمین آزادی‌ها و پیگیری منافع ملی بود. پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی هم زمانی که خمینی و دار دستش بر انقلاب مسلط شدند و در مسیر تسلط قرار گرفته بودند، دست به سرکوب‌های وحشیانه زدند تا نسل انقلاب و نسل ترقی‌خواه رو از صحنه خارج کنند. در سال 1304 البته این رژیم در پی کسب قدرت نیست، بلکه در تلاش برای حفظ قدرته. یعنی این نمایش‌های وحشیانه‌ای که انجام میده برای حفظ قدرته. هدفش از این سرکوب وحشیانه اینه که نسل قیام، زنان، نسل جوان رو از کانون‌های شورشی دور نگه داره. اما در اینجا با یک مشکلی مواجه هست. کانون‌های شورشی در حقیقت اون بخشی از نیروی پیشتاز هستند که با جامعه در هم تنیدن. یعنی در عین اینکه دست به عمل پیشتازانه میزنن، اما به طور دائم و پیوسته در ملاء حضور دارن و این کار رو برای رژیم خیلی دشوار کرده. برای همین ما زیاد نمیخواد به زمانهای دور و دراز بریم، کافیه در همین یکی دو هفته اخیرم که همین طرح سرکوبگرانه رژیم در رابطه با حجاب اجباری اوج گرفته، ما نگاهی به سایت ها، رسانه ها، موضع‌گیری ها، خبرها و تحلیل هایی که از درون خود رژیم داره منتشر میشه بندازیم و جملگی حرفشون اینه که اگر ما دیر به جنبیم، مجاهدین صحنه رو از دست ما در خواهند آورد. پس یک خطر بسیار جدی اینجا برای رژیم وجود داره. در حقیقت رژیم با انتشار وحشت که در همین نمایش‌های وحشیانه‌ای که ما می‌بینیم، یعنی رفتارهایی که با زنان میهن ما انجام میدن توی خیابون‌ها، می‌خواد بگه که هنوز هم دست به زن داره، هنوز هم توان سرکوب داره. و البته می‌دونیم فقط همین برخورد با زنان هم نیست. در کنار این روزی نیست که ما خبر شلیک به کولبران و سوختبران رو نشنویم. روزی نیست که خبر خراب کردن خانه‌های مردم رو به بهانه زمینخواری و غیره نشنویم. روزی نیست که خبر غارتگری‌های اینها رو ما نشنویم و روزی نیست که خبر اعدام‌ها رو ما نشنویم. اما در نقطه مقابلش هم روزی نیستش که ما این خبر رو نشنویم که کانون‌های شورشی در برابر این اعمال رژیم با عملیات ضد اختناق پاسخ دادن. در حقیقت رژیم میخواد با سرکوب وحشیانه لحظه قیام رو به تأخیر بندازه و کانون‌های شورشی با عملیات‌های ضد اختناق میخوان اون لحظه شکوهمند رو هر چقدر نزدیکتر و سریعتر فراهم کنن. بله، با تشکر شما و پاسختون به سوالات ما در مورد استفاده از بهانه حجاب برای سرکوب زنان میهنمون، خیلی ممنون از شما. تشکر از وقتی که دادید. خیلی ممنون.